کندوز او سرپل نن د وسلوالو طالبانو لوري سقوط شو او د تخار په ګډون د یو شمیر نورو ولایتونو په مرکزونو کې هم جګړې روانې دي. دا څلور ولایتونه شول چې طالبان یې د نیولو ادعا کوي، خو حکومت وایي چې لا تر اوسه پورې هم د دوی ترمنځ نښتې روانې دي او د طالبانو ځینې ادعاوې دوی ردوي. هرات، کندهار، لښکرګاه، فیض آباد، تالقان، زرنج او شبرغان هغه ښارونه دي چې طالبانو د نیولو لپاره پراخ بریدونه ترسره کړل، خو افغان حکومت وایي طالبان هیڅ سیمې د ساتلو توان نه لري. په همدې وخت کې د امریکا د ولسمشر له امر سره سم په شبرغان کې امریکایي ځواکونو بمباري کړې او ګڼو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا هم کړې ده. خو له دې بعد امنیتي وضعیت سره جوخت ځینې سیاسیون وایي چې د نیمروز ولایت په سقوط کې د ایران د فاطمینو جنګیالیو په جګړه کې برخه اخیستې ده. فاطمین هغه ډله ده چې د ایران سپاه پاسداران ملاتړ له ځان سره لري. سلامونه قدرمنو لیدونکو، پر همدې غږیږو چې دغه خبره څومره رښتیا ده او دې تر څنګ روان امنیتي وضعیت ولې ورځ تر بلې خرابیږي. زه فضل الرحمن سیرت یم. په نن خبره کې راسره د بحث په موخه ډاکټر محمد زلمی افغانیار، رهبر جریان همبستګي ملت افغانستان، راسره مېلمه ده. خیر علي افغانیار، تشکر، سلامت اوسئ. ډېره مننه. د فاطمینو دغه خبره چې سوې ده د ځینو سیاسیونو له لورې، دا څومره رښتیا ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. هر حرمت خدمت شما جناب سیرت صاحب، خدمت بیننده های شما و از همین طریق ما میخوام یک سلام داشته باشم به خدمت خانواده های شهدای قهرمان مردم افغانستان، خاصتا نیروهای امنیت دفاعی ما که به خاطر حفظ تمامیت عزیز از میدان شهید شدن. سلام به خانواده هایشون و از همین طریق یک سلام خاصتر میخوایم داشته باشم به تک تک فرزندان صدیق وطن، نیروهای امنیت دفاعی قهرمان ما که به خاطر حفظ منافع ملی، تمامیت ارضی و مقابل کسایی که تحت مدیریت شبکه های بیرونی در جنگ هستند. تامیل از من میر از من سلام برزوه باش. اندیشه اگر باشد هر خار شود خنجر، انگیزه اگر باشد هر سنگ شود سنگر. جنگ افغانستان جنگ منابع و جنگ منافع هست. بارها ما ایرا گفتیم که امی موضوع هست. در 40 سال جنگ افغانستان از زمان جهاد و مقاومت تا 20 سال تحت نام دموکراسی که طالب ها در جنگ هستند، فقط به خاطر حفظ منافع بیرونی ها او جنگ میکنند. وحشت، دهشت در افغانستان به اساس طرح برنامه خارجی هست. این واقعیت هست. من از هرات هستم و از همین طریق من میخوام یک سلام داشته باشم به تمام سنگردارایی که همین لحظه هم در هرات مبارزه میکنند، خاصتا جناب امیر محمد اسماعیل خان همراه تیم همرزمشان که در سنگر مقدم جبهه هستند، با تمام کمی ها و کاستی ها از منافع ملی ما دفاع میکنند. این واقعیت هست که حکومت تروریست پرور ایران تحت مدیریتش طالب های منطقوی کار میکنند، خاصتا در حوزه جنوب غرب، در فرا، در نیمروز، در هرات. عملا اونها داخل اقدام هستند. اگر ما و شما این موضوع تحلیل داشته باشیم، چند روز قبل در ایران مظاهره ها شده بود و هدف از اینها به خاطر کمبودی های آب در ایران بود. همون شکلی که ما و شما میرین از تانک تل میندازین، ایرانی ها به همون کارت آب میخرن اما همون هم ندارن. خب برای چی مشکل است؟ سالانه 2 میلیارد دلار آب شیرین را که از چانیمه ها میکشه ایرانی ها به کویت میفروشه، برای چی مهم است که 10 میلیون دلار را سر طالبای جنگی مصرف کنن؟ اون ماشین جنگی که به خاطر حفظ و بقای بیرونی ها جنگ میکنن و دهشت میکنن، مردم هرات با صدای الله اکبر جوابشان داد. هر الله اکبر یک خنجر بود به قلب و دشمنی که به خاطر تصرف جغرافیای افغانستان آمده بود. از هرات شروع شد و افغانستان را گرفت و از افغانستان برآمد در اروپا و آمریکا تا انداز شد. این جنگ چی هست؟ جنگ به خاطر افغانستان هست؟ اسلام میگه، من قرآن میگه، من وقت المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. کسی که یک مسلمان را از روی عمد بکشه جایگاهش در جهنم هست. جنگ به خاطر چی هست؟ به خاطر منافع افغانستان هست. احمد از مرز اسلام قلعه یا داخل میشن. اسلام قلعه محیط ما هست. طالبان منطقوی را ما اکثر شما نام میشناسیم. امروز زن و فرزند و اولادشون در افغانستان نیست، به مشهد و فریمان و طیبات و سرخس هستن. ایرانی ها یک قبر ما خوب شدن که طالبان ما را سپر میدن که جهاد بکنن. اگر جهاد میکنن، چرا هم کردهای خود رو وامای نمیکنن؟ چرا بلوچای خود رو وامای نمیکنن؟ چرا به فرق مردم خود میزنن؟ و یکی از استخباراتیاش چند شب پیش یک برنامه گفته بود من خبر نداشتم که شما به نیمروز آمدید. خب لانه های امن برازیا به هدایت خامنه ای همون رهبر تروریست پرورتون برای طالب مساعد میسازین و طالب را تجهیز میکنین. عملا در جنگ هرات افسرهای سپاهی ایران کشته شده، عملا سلاح های تک تیراندازی از اونها که در سوریه و در عراق استفاده میکردن به دست مجاهدین افغانستان افتیده. چی نمیداره؟
این نشان نمیده که ایرانی ها داخل هستند، اما سکوت مرگبار سیاسیون افغانستان بر ما و بر مردم افغانستان سالبرانگیز هست. با وصف از اینکه خوب میفهمند که ایرانی ها وحشت میکنند، دهشت میکنند در پهلوی پاکستانی ها که علنی کار میکنند. امروز پاکستانی و ایرانی با هم تعریف منافع کردند، طالب را با هم استعمال میکنند، روس ها از او استفاده میکنند، چینی ها از او استفاده میکنند، اما ما چی میکنیم؟ آیا جواب خون دادن افسر و عسکری که در میدان میریزی را کی میده؟ آیا کسی هست جوابش را بده؟ معلوم است که ایرانی ها داخل هستند در جنگ حوزه جنوب غرب. دیر من علی که رخلو. السلام علیکم. سلام علیکم. جور بخیر، خیلی هستی؟ خوشحال اوسید. به منلی موضوع پر ابو نظر را شریک کنید. افغانی هر سید لکه تاسی مطلب داره چه ایران دغه ډله په دغه جګړه کې لاس لري او دوی دلته خپل جنګیالي د فاطمی میونو چې د سپای په هزاران ډله ده دوی ته راغلي دي. نو اړیکه راخلو. السلام علیکم. جوړ په خیر، ښه یاستئ؟ وعلیکم السلام. ستاسې اواز راځي، نوم راته ووایي. جو ورور بخیر راغلی. د خپرونې د موضوع په اړه نظر راسره شریک کړئ. خبره دا وه چې د نیمروز په سقوط کې د ایران د سپای پاسدارانو ځینې جنګیالي دلته جګړه کړې ده او د دې ولایت په سقوط کې لاس درلود، ځینې سیاسي نو ستاسې نظر څه ده؟ او د ایران یعنې داسې اوازې دي، سیاسیون وایي، راپورونه ورکول کېږي چې فاطمیون یا د سپای پاسداران د ډلې جنګیالي دلته راغلي دي. استاسی نظر نو واخست. ډیره مننه. اوه نرسه زبه دې نفر له دې دا پښتنه هم تا نه وکم چې لکه تاسو ویلې چې په دې نیمروز په سقوط کې دا ډله شامل و. ښکار ثبوتونه یعنی شته ده، تاسې وایي دا به البته ثبوت شوي هم وي، نو ولې حکومت اقدام نه کوي؟ این بر ما سوال برانگیز هست. ما در پهلو مسائل سیاسی اکادمی پلیس را مسلکی خواندیم، در ارگان های تشخیص خواهد وظیفه اجرا کردیم و امروز هم به خاطر وطن ما آماده هستیم که ما خونه بریزانیم، چرا که حب الوطن من الایمان، محبت وطن از ایمان هست و او جانی که خداوند داده اون خداوند او را میگیره. امروز ما گفتیم طالبای منطقوی در حوزه جنوب غرب ما نام میشناسیم، با هم خود کلان شدیم. امروز دهشت را که وا میکنیم، وحشت را که وا میکنن مستقیما تحت حمایت سپاه پاسداران حکومت تروریست پرور آخوندی ایران هست. جنگ منابع و جنگ منافع هست. ایرانی ها از حوزه جنوب غرب بند کمال خان و بند سلمان را میخواهند. ایرانی ها از حوزه جنوب غرب شرکای صنعتی ما را میخواهند. در افغانستان در حوزه جنوب غرب به میلیاردها افغانی شرکای صنعتی در هرات جور شده. امروز عملا اونها میخوان که از بین ببرن، نداشته باشیم با و عملا بند سلمان را نمیخواهند.
و طالبی هم که میگن ما جنگ میکنیم و وقتی که مردم با صدای الله اکبر پیام را بر شما رساند که ما مسلمان هستیم، شما چی میکنین؟ شما چی کردین؟ آیا از وحشتگریتان، از درمنشیتان شما کنار رفتین؟ در نیمروز زمانی که شما آمدین با همون درمنش های سپاه پاسداران و با اون حلقه تروریستی که پاکستانی ها روان کرده بودند، از گروه های جنگی نیابتی که به طرف هندوستان فعالیت میکرد، او افسر و عسکر را که چشمایش شما کشیدین، آیا این انسانیت هست؟ بالای خانه مردم را که ما رفتن تجاوز کردین، این انسانیت هست؟ در سمت شما داخل خانه های مردم شدین، خانه هایشان را در دادین، این انسانیت هست؟ این دهشتگری هست، این وحشتگری هست. اما سکوت مرگبار رهبرای سیاسی افغانستان که خود رهبر قوم و سمت و گروپ و مذهب و نژاد و ملیت میگرفتن و امروز در حوزه جنوب غرب خونریزی ها هست و یا چوب هستن به خاطر که باز حکومت تروریست پرور ایران بر ازیا ویزه بده، بر فامیلشان ویزه بده، برای من این سوال برانگیز هست. ما گفتم ما از هرات هستیم، از هرات ما از اسلام قلعه هستیم، محیطم هست. ما خوب میفهمم که ایرانی ها چی میکنه. همین حال هم شبانه طالبای منطقوی همراه سپاهی هر شو میشینن یا دیره من هر لحظه با ایران صحبت دارن یا به خاطر چی هست؟ اقل محبت ایرانی ها زیاد شده. در زمان که حلقه جاسوسیش در مزار کشته شده طرف طالب، خوب بیادم هست که سپاه پاسداران با حزب وحدت یک شب و یک روز داخل اسلام قلعه بود و جنرالای ایرانی اونجا وظیفه اجرا میکرد و ادارات جنگ میداد. ولی بحث مردم هرات، خاصتا مردم اسلام قلعه، شاهد هستن که ایرانی ها عملا حضور داشتن و قبرستان ایرانی ها در منطقه تن جدید، در منطقه تپه رادار اسلام قلعه و حزب وحدت اونجا موجود هست. هفت حزب بر ما کی جور کرد؟ هشت تاش کی جور کرد؟ پاکستان و ایران جور کرد. امروز که ایرانی می ادعا میکنه که 2 میلیون اوج مهاجر هست، یک نقطه ضعف ما را گیر کرده، و پاکستانی میگه اوج 3 میلیون مهاجر هست، آیا اگه کسی باشه مدیریت بکنه همین مهاجرین داخل ایران را، به شمول اهل تسنن داخل ایران، به شمول کردهای داخل ایران، به شمول بلوچهای داخل ایران و همچنین کسایی که در اوسن خط دیورن هستن، آزاد پختونخواها را، آزاد کشمیرخواها را، تی تی پی تحریک طالبان را حمایت بکنن، آتش افروزی در افغانستان، آتش در خانه ایرانی پاکستانی، خون افغان میریزه، خون ایرانی باید ریخته شود، خون پاکستانی باید ریخته شود. تا به کی ملاحظه؟ آیا خون افغان ایق کمردش هست که ایرانی از ایران با مدیریت افغانی خون ما را بریزانه؟ پاکستانی پنجابی که هویتش معلوم نیست، 75 سال پیش در جغرافیای آسیای میانه کشوری به نام پاکستان نبود، سرحد افغانستان با هندوستان بود، او خون ما را بریزانه و اینجا ما منتظر باشیم که به رهبرای افغانستان کی تومان، کی دلار، کی کالدار برشون برسه و یا باز بتونن برنامه‌ها را بسازن؟ همون شکل است. خب این مردم خیسن، مردم اتحاد کردن، مردم انسجام کردن. امروز ولایت‌های ایران که مانده و امروز مقاومت مردم ادامه داره که ما تشکری بکنیم از این بسیجای مردمی که آمدن همراه نیروهای دفاعی خود استاد شدن، این نشان دادن بر ازو که هر افسر و هر عسکری وطن تنها نیست، هر فرد جامعه یک عسکر است، هر خواهر و هر مادر یک عسکر است، او بیرق سرنگی که در اهتزاز است او را نمیگذارن که زیر پای افسر و عسکر پنجابی و ایرانی او پایمال شود و باز دوباره زمین ساز مهاجرت افغان ها دوباره برابر شود با پاکستان و ایران. و یک تحلیل داشته باشین، کشوری که به تاریخ مطالعه نکنه تاریخ سرش تکرار میشه. آیا این گروه جنگی طالب که در جنگ هست 21 سال قبل زمینه لشکرکشی لشکر ابرهه آمریکایی و اتحادیه اروپا را در افغانستان مساعد نساخت؟ زمانی که برج‌های آمریکا زده شد، آمریکایی‌ها بر طالب گفت که رهبری القاعده را بر ما تسلیم بکنین و ما تسلیم نکردن. آمریکایی‌ها به بهانه زدن القاعده داخل افغانستان شدن. اولا 20 سال داخل افغانستان بودن و هدفشان مبارزه با تروریسم و تروریسم بین‌المللی بود. آیا کردن؟ این هم مبارزه نشد. چندین ده هزار نفر مردم ما شهید شد، چندین ده هزار نفر نیروهای دفاعی ما شهید شد به خاطر افغانستان و به خاطر حفظ جغرافیایش. اما آمریکایی‌ها تعریف منافع کردن، خستن رفتن. چرا؟ چون جو بایدن به مردم خود گفته بود که ختم 20 ساله جنگ افغانستان را ما مدیریت میکنیم و حال که آمریکایی‌ها دوباره برگردن بیاین زمینه آمدنش کی باید مساعد بکنه؟ باز همین گروه جنگی که در جنگ هست، ولسوالی ها سقوط بکنه، ولایات سقوط بکنه، باز داعش ظهور بکنه، باز آمریکایی ها در سنا و در پارلمان خود بشینن بگن افغانستان طالب بود و در پلی طالب داعش هم پیدا شد، ما پس به افغانستان میرین. باز او وقت کسی حساب نمیگیره که چه تعداد خارجی ها در افغانستان پای میگذارن. باز همین مجاهدینی که حالا طالب میگه ما مجاهد هستیم، او کسی که الله اکبر گفته ما کلهش را میزنیم. ببینید شما اینا اصلا چه جور کردن؟ از کلمه مبارک اینا چه جور کردن؟ او را آوردن تحت همون مدیریت آیسای پاکستان قرار دادن. او استقلالیت ندارن و در این جنگ مردم ما هست که تاوان میکنن.
مردم امریکی و مردمی ماست که توان میکند از عدم انسجام سیاسی رهبرهای سیاسی افغانستان که یک تعریف واحد از منافع ملی نداره. اگر تعریف واحد از منافع ملی داریم کجا هست؟ اگر هست بیان به ملت اون نشان بدیم. من اولیار صاحب ده فاطمی نو داره در واسطه پس دارن ملاتر چیز انصر لری پا عراق و سوریه که دوی دیر زیاد وضعیتون خراب کردی و دوی حال تعمالا جگره کوی پا افغانستان که داوی رشته چی فاطمیون دی دلتا ریشه بکی؟ بله ریشه دارن ریشه بکنه وقتی که رهبری سیاستمدارای افغانستان تحت نام قوم در میره پیش خامنه ای میشینه و از خامنه ای هدایت میگیره و عملا او چوب هست. امروز در هرات جنگ هست، در هرات یک شهرک به نام شهرک جبرئیل هست، امروز او در محاصره هست، اونجا هزارها فامیل برادر افغان ما که اهل تشیع هست اونجا در خطر هست. دیشب دونیم به شب برای ما پیام ماندن که ما چی کنیم، کسی هست صدای ما رو بشنون؟ کجاست رهبرای ما که به نام تحت نام قوم و مذهب سفر میکنن به ایران میرن و دوربر خامنه ای میگردن و امروز در هرات اوج هزارها هزار فامیلشان در خطر استاد شوه. اما اسماعیل خان با افراد تحت امرش از اون مردم رو حمایه میکنه. رهبرای ما خود شده میره، رهبرایی که در افغانستان ادعای رهبری علمی میکردن حالا رهبر خانه شدن، حالا به خاطر مدیریت قوم و سمت و گروپ و مذهب و نژاد خود هیچ کاری نمیکنن، فقط منتظر هستن که شبکه‌های استخباراتی که او وابسته است به ایران و به روسیه و چین و به پاکستان چی برشون هدایت میده. آیا این رهبری است که امشب و دیشب و فردا و چند روز قبل مردم هرات تا صبح خواب نداشتن، خانه‌های خود مردم میرا کردن؟ عملا این جنگ ما جنگ منابع و منافع هست، عملا در حوزه جنوب غرب در 5 ولایت سپاه پاسداران دخیل هست، فاطمیون هم دخیل هست. امروز ایرانی ها طالب هایی را که بر خود تربیه کردن تحت نام طالب و یا خوش هستن و سخنگوی طالب ها هم با افتخار از رو یاد میکنند، این را یک صد بر خود جور کردن که او طالب های تنروی که حکومت ایران را نمیخواین به اساس مسائل مذهبی، این طالب تحت حکومت ایران همراه از رو یک صد باشه یا با هم بجنگن. وقتی که ای از بین رفت، باز پشت سر طالبی که ایران مدیریت میکنه فاطمی استاد هست. از لطف بیمهری رهبران سیاسی افغانستان هزارها هزار جوان افغان در جنگ سوریه کشته شد، قبرشان نیست. کی پرسان کرد از ایران که شما چی کردین؟ آیا کسی بود که پرسان بکنه؟ فقط به خاطر یک پاسپورت یک ویزا براشون بدن، یک دن بمونتوان به فامیلش بدن که ما شما اماکن مقدسه مومین حمایه میکنین. اماکن مقدسه خاکم اماکن مقدسه هست، جغرافیای افغانستان مادر هست. اگر کسی که خاک خود او احترام نکرد، مادر خود احترام نداره. ما این را به رهبرهای سیاسی افغانستان میگیم از همین طریق و حتی این را مدعا میکنیم و خواست جناب رئیس جمهور هم میگیم جناب رئیس جمهور خیزش های مردمی را حمایه بکن. هر افسر و عسکری که در سنگر استاد هست، ده ها مردم ملکی ما پلیش استادش استاده هست، از حفظ این نظام و از حفظ این حاکمیت از حفظ این بیرق و جان میدن. اما امروز او از نظر لوجستیکی مشکل دارن، از نظر تسلیحاتی مشکل دارن، استخباراتی مشکل دارن. کی هست کی صدا را بشنوه؟ من میگم هنوز هم دیر نشده، بیایید به ملت مراجعه بکنین. اگر حکومت افغانستان بود، اگر نظام افغانستان بود، ارگ هم هست سپیدار هم هست. اگر گروپ دهشت و وحشت جامعه حاکم شد، نه ارگ است و نه سپیدار هست. ما میبینیم که داخل خانه ها میشن با شهدای ما چی میکنن، در قندهار اومدن با قبرستان ها چی کردن، با اون قبرستان هایی که ده ها سال عمر داشت از متعلق به رهبران سیاسی افغانستان بود او چی کردن، با قبرهای افسرا و عسکرای ما چی کردن، با جنرالای ما چی کردن. آیا این عقدمندی قبر چپه کردن اقدماندی افغانیست نیست، ای اقدماندی پاکستانی هست. خیلی ممنونم، یواری که نخلو. السلام علیکم. بله سلام، جور بخیر، خیلی هستی؟ شکر، زنده باشین، بخیر. ممنون، خپل نوم براتا وای او در اخبروانی در موضوع پر اصلا نظر شریک. بله خوب هستین جناب ساعتم، خوب. دیر ممنون، در اخبروانی در موضوع پر اصلا خپل نظر شریک. زنده باشین. مسئول هستم از ولایت قندوز تماس گرفتیم. ما به جناب موافق هستیم ولایت قندوز بس. خب اړیکه پرې شوه. اوانیار صاحب، که راسو د ولایتونو سقوط ته پرون دوه ولایته سقوط سول، حکومت وایي چې موږ یې بیرته نیسو. نن هم دوه ولایته سقوط سول، کندوز او سرپل، چې راپورونه دي سقوط نشر سول، زندانونه مات سول او بندیان هم لاړل، ولایت مقام او امنیه قمندانۍ طالبان ته خپل تصرف لاندې راوستل. نیول یو ورې سقوط به بیرته نیول په دومره تلفاتو سره چې بیا تلفات هم وروسته حکومت ورکوي، ولې؟ این یک تکتیک استخباراتی بسیار پیچیده هست که ما احساس میکنیم فراتر از دستای سیاسی افغانستان در این دخیل باشه.
چرا زمانی کسی که عملیات میکنه قبل از عملیات اون نقشه جنگ خود داره؟ بارها ما از همین طریق مطبوعات سر رهبرهای سیاسی افغانستان صدا کردیم، چند روز قبل هم صدا کردیم همراه یک گروه از هوابازهایی که در زمان دکتر نجیب الله شهید و پیلوت ها بودن، همراه هم تماس شدن که ما صدها نفر حاضر هستیم از امریکا و اروپا، ما بیاییم به افغانستان، تیاره های جنگی افغانستان را ما به گردش در بیاریم در حریم افغانستان، اگر احساس میشه که در افغانستان برای پیلوت ضرورت هست. همین پیام را تا دفتر جناب رئیس جمهور ما رساندیم که هستن مبارزین وطن پرستی با وصف زندگی راحت در اروپا بدون امتیاز، او حاضر هستن که بیان در صفوف اردوی ملی افغانستان جذب شوند، اما ما پیام دریافت نکردیم. مننه. به شمول دفتر جناب مشاور صاحب، با مجلس اول ما خودم شخصا برشان گفتیم که ما حاضر هستیم با صدها هم فکریم که اکادمی را مسلکی خواندیم و امروز در خانه هستیم، مصروف کارهای شخصی خود هستیم، ما حاضر هستیم که سلاح بگیریم در چوکات منظم، ما بریم همراه نیروهای دفاعی خود استاد شویم و ما مدافع بکنیم، هم جنگ را میفهمیم، هم تعرض را میفهمیم، هم استخبارات را میفهمیم، اما جوابشان تا فعلا بر ما منتفی است. این برمایی را نشان میده هر افسری که اکادمی را خوانده او صدها نفر را مدیریت میکنه، اما شما کمریتان را بگیریم با هم بریم به پیجنتور وزارت داخله وزارت دفاع، صدها افسر مسلکی خوان لیسانس اکادمی وظیفه نداره، اما یک کسی که الفبای نظام را نمیفهمه، شیگیرس و کینگیس را نمیفهمه، با یک فرمان، با یک مکتوب، سمونیال، سمونوال، سمونمل، باز او میشه قماندان میدان جنگ یک ولسوالی، او کسی که صدای فیره نشنیده، باز او چطور بتونه ولسوالی ما را نگاه بکنه؟ اگر این مبهم نیست، این چی هست؟ این را ملت افغانستان میگه بدهیم ادام میکنیم. از موضوعات که رهبرهای سیاسی ما سرشان بد بخوره یا خوش بخوره، ما حراسه نداریم. یک جان داریم، جان فدای وطنیم. چی میخواد اون کسایی که در نظام هست بیای بگیره و اون چی کسایی که مخالف نظام هست بیای بگیرن. امروز که ما ضربه خوردیم از دست کسایی میخوریم که در لباس با نیکتایی با دریشی منظم در ادارات و ریاست های افغانستان وظیفه اجرا میکنه، اما اون طالب هست، پدر طالب هست، او از او کی پرسان بکنه؟ اون رکی به محاکمه بکشانه، یک افسر یک مجرم سیلی بزنه پشت دروازه های پلچرخی باید بربندی شوه، سارنوال به سارنوال باید چکر بزنه، اما یک وحشتگر و دهشتگر با مواد انفجاری میگیرین، او میفهمه که ما شش ماه بعد پدر معنوی زلمه خلیلزاد باز میای مرا رها میکنه، پس جنگ میکنم. اگر کشته شدم خب ما کلیه بهشت برنامه ملافظه پاکستانی داره، ما بهش میرم. اگر نه کشته نشدم، ما هم در پلچرخی رفتم، باز هم چی میای زلمه خلیلزاد باز مرا رها میکنه، اما امید افسر و عسکری وطن چی هست؟ که سینه سپر میکنه، مرمی را میخوره، سربریدن را میبینه، اما باز هم به خاطر بیرق سرنگ افغانستان او مردانوار جان میده. کجاست او رهبر سیاسی که از او حمایه بکنه؟ کجاست او رهبر سیاسی که برش مواد ارتزاقی و به فامیلش معاشش به وقتش برسانه؟ بیره من نیواری که رخلو. السلام علیکم. بله سلام علیکم. جور بخیر. ډیر مننه نن ورځ ته وای او د موضوع په اړه سره خپل نظر شریک زنده باشین ما د خیر وشین نصیر است ما ولایت کوم به سمو ورسته منی سوال مې یا کیو سوال مې یا کیو کومه چې مرکز سره دوله ولایت کوم به توازن مې کنه ولایت کوم به زنده ما په دې کې چې څه څه کار کوي کوم به ام ال سلام دکانه چې داخل شرکت دکانه دار درته دکانه اور مردم پاتش کې ده حکومت چه توازی نمیتونه یا حسن خانی معاملات را کنید از خاندی سماله ایرخان و عجب خراب است و همونیت بود قبول بخواه بکنید اولایت کنید زیار برای اجازت کنید دیره مننه دیره مننه ساسی نظر مواخست ابانوار صاحب دیده دو لیدون که ده پختنی سرسان بزده ده پختنی وکم روستهی شیبی دی سه که اول پا کار دی ده ده حسنی وضعیت دی کنترول پاره دو موضوع بحث است، یکی بر رهبرهای سیاسی افغانستان هست، یکی ملت افغانستان. رهبرای سیاسی افغانستان شما را به خون تک تک شهدای مردم افغانستان که تا می لحظه شهید شدن، چی نیروهای ملی دفاعی قهرمان ما، چی مردم ملکی ما، چی اون طفلی که در نیمروز دیروز شهید شده بود 6 ساله به زمین افتیده بود و خواهرش با وصفی که زخمی بود بالا سرش گریه میکرد، شما جوابگوی خون از یا هستین. جناب محمد اشرف غنی احمدزاده، جناب مانوس اول، جناب مغز متفکر عبدالله محب، شما جوابگو هستین هم در نزد ملت هم در نزد خدا. اگر مدیریت کردن نمیتونه به ملت مراجعه بکنین، به ملت افغانستان بگین که ما به کدام طرف روان هستیم. اگر مدیریت جنگ و صلح افغانستان را همون شکلی که من میشه گفتم زلمه خلیلزاد میکنه، خزلمه خلیلزاد آمریکایی است، شما چرا اجازه میدین که یک امریکایی بیاید همون تطبیق فکر خود را به حمایت رئیس های پاکستان بکنه؟ و اگر نیست، مطبوعات افغانستان را جناب رئیس جمهور بخواد سر ملت صدا بکنه که ملت
استاد شویم که نظامتان از بین میره. نظام یک بحث است، حکومت یک بحث است. جناب سیادت صاحب، در نظام ما مشکل نداریم. نظام ما با خونبهای صدها هزار مردم ملکی ما، نیروهای قهرمان امنیت دفاعی ما استوار هست. اما حکومتداری ارگ و سپیدار مشکلات داره. روابط بر ضوابط حاکم است. تا به همین لحظه که مردم در حال کشته شدن هست، هنوز هم شما روابط را بر ضوابط حاکم میسازید. یک افسر کارکشته جنگی را شما میگیرین میبرین عامل اداری مالی میسازین. او را به میدان جنگ روان بکن. او را قمندان قردو روان بکن. او را قمندان فرقه روان بکن. او را انحصار میکنین، شما در هرات روان میکنین، الکوزه سیاه بخاری چی روان کنی؟ چی کنه؟ مالی اداری، خب مالی اداری ما بودجه هم ندارین که مدیریت بکنه. پروژه انکشافی هم خوب بند شد. از یک افسر جنگی را او میبرن به مقررش میکنن در بخش مالی اداری یک ولایت، و یک افسر جنگی دیگر از معینیت میبرن میسازن والی میسازن. بینمی جایگزاری ها برابر نیست. بر بعد افغانستان میگین من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمیخیزند، من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد؟ به خاطر حفظ نظام و به خاطر حفظ بقای بیرق افغانستان بیاین پهروی نیروهای دفاعیتان حساب شوین، از جغرافیات مردم افغانستان حفاظت بکنین. اگر چنین نکنین شبکه های استخباراتی بیرونی و خاصتا کسایی که همسایه ما و شما هستن خواب و پلان مدیریت افغانستان و جغرافیا افغانستان دارن. دیر از این تمنان در پیسر جتاس فرانی ترقل مصر مبارخ و اخصال قبل نگیم که زمانگا بحثم دورو تاسف پاک رفت سارم خیش پاری بکر.